بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی. این برنامه‌مون دو بخشه. بخش اول مربوط میشه به نامه مهم دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب کشورمون، به سید حسن نصرالله بعد از پیامی که سید حسن نصرالله داده بود، و بخش دوم خنجر از پشت قالیباف به جلیلی در انتخاباتی که گذشت. بریم ابتدا نامه دکتر مسعود پزشکیان رو با هم مرور بکنیم، ببینیم چی نوشته، برگردیم بخش دوم رو هم حتما در خدمتتون هستیم که توصیه میکنم حتما بخش دوم رو ببینید. به نظر من بخش دوم مهمتر از بخش اولم هست. جناب آقای سید حسن نصرالله، دبیر کل محترم حزب الله لبنان، با سلام و با تشکر فراوان، پیام ارزشمند و محبت آمیز جناب عالی در پی انتخاب این جانب به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردم. جمهوری اسلامی ایران همواره پشتیبان مقاومت مردم منطقه در مقابل رژیم نامشروع صهیونیستی بوده است. حمایت از مقاومت ریشه در سیاست‌های اصولی نظام جمهوری اسلامی ایران، آرمان‌های امام راحل رحمت الله علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری دام ظله العالی داشته و با قدرت تداوم خواهد داشت. اطمینان دارم جنبش‌های مقاومت در منطقه اجازه نخواهند داد این رژیم به سیاست‌های جنگ‌افروزانه و جنایتکارانه خود علیه مردم مظلوم فلسطین و دیگر ملت‌های منطقه ادامه دهد. از دعاهای خالصانه جناب عالی برای این جانب سپاسگزارم و از خداوند متعال برای جناب عالی مزید عزت و سرافرازی، برای مردم لبنان سعادت و پیشرفت، و برای مجاهدین قهرمان مقاومت نصرت الهی مسئلت میکنم. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب. خب در نگاه اول این نامه فوق‌العاده است، عالیه. خوشبینانش اینه که ما بگیم آقا دمش گرم، عجب نامه ای نوشته. اما یه نگاه نقادانه میتونیم بهش داشته باشیم، در کنار اینکه الان توی شبکه‌های اجتماعی داره خبری منتشر میشه که 5 تا کارگروه برای دولت‌های پزشکیان تشکیل شده که این کارگروه‌ها یکیش کارگروه سیاسیه که سپردن به آقای ظریف، آقای ظریفی که تقابل دیپلماسی و میدان در پرونده ایشون ثبت شده و خاطرات خوبی ازش نداریم. و البته یه نکته هم به شما بگم، آقای پزشکیان مسیری جز این رو نمیتونه بره، حتی اگر این اعتقاد قلبیش نباشه. یعنی بحث مذاکرات و اینا که توی مناظرات مطرح میکردن، اونها یه بحث فرمالیته است. چون همین دیروز بود واشنگتن پست بود یا نیویورک تایمز اعلام کرده بود که دیگه تحریم ایران فایده ای نداره، پس این که ما بریم مذاکره کنیم تحریما رو برداریم یه شوخیه برای رأی آوردن. چرا این حرفو میزنم؟ بریم یه کلیپ ببینیم از همین اصلاحاتی ها. اینه که چه برنامه، من میخوام به عنوان کارشناس برای مردم و ملت ایران بگم که چه برنامه‌ای برای ایران چیدن. شما سالتون مودی آمریکایی چه برنامه‌ای برای ایران چیدن؟ این برنامه خیلی واضحه. اول اومدن چیکار کردن؟ اول اومدن معیشت مردم ایران رو و اقتصاد و بحران اقتصادی که دوستمون گفتن، بحران اقتصادی مردم ایران رو پیوند زدن به برنامه هسته‌ای. گفتم مردم اگه میخواهید مشکلاتتون، مشکلات اقتصادیتون، معیشتتون، مشکلات بازارتون حل بشه، برنامه هسته‌ای چیه؟ برنامه چرخه اقتصادتون به چرخه. آره، برنامه هسته‌ایتون رو جمع کنید. اخ اخ پیف پیف بو میده و اینا، از همون داستانهای قدیمی. ایشون عضو جنبش سبزها، فتنه 88 یادتونه؟ طرفدار جلیلی و نمیدونم انقلابی و اینا نیست، از خود همین پزشکیان و ظریف و اینهاست، اصلاحاتی هست. چرا آمریکایی‌ها دنبال این بودن که بیان آقا شما هسته‌ای تو بده بره، که دکتر سعید جلیلی ایستادگی کرد، مردانگی کرد، از حق مسلم ایران دفاع کرد. چرا اینو میگفتن؟ آمریکایی‌ها میگن برای به زانو در آوردن مردم ایران باید فشار اقتصادی روشون زیاد بشه. اصلا فلسفه تحریم کردن ایران و ایرانی هم همین بود که آقا فشار اقتصادی بیاریم، به زانو در بیان پای میز مذاکره هر چی ازشون خواستیم بگیریم. حالا هسته‌ای رو برای چی می‌خواست ازت بگیره؟ بهانش این بود که شما خواهی بمب اتم بسازی. تو هر کشوری یه سری نیازهای اولیه وجود داره، مثل مواد غذایی، دارویی، اینا جز ضروریاته. حالا ایران اگر هسته‌ای باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر هسته‌ای باشی تو رادیو داروها پیشرفت میکنی، تو کشاورزی پیشرفت میکنی، تو صنعت برق پیشرفت میکنی. این پیشرفت ها به چه دردت میخوره؟ اگر تو رادیو داروها، اگر تو تولید داروهای کمیابی که دشمن به تو نمیده، اگر تو کشاورزی که بیای روش‌های نوین رو اجرا بکنی، پیاده سازی بکنی، کشاورزی مدرن و صنعتی داشته باشی، اون سنتیه رو بذاری کنار، فراورده‌های شما چندین و چند برابر بشه، کیفیت محصولاتت بره بالا، نه تنها نیازهای داخلیت رو تأمین می‌کنی که صادرم می‌کنی. مثلا همین امروز برق صادراتی ایران به هرات افغانستان قطع شد. چرا؟ چون خودت در داخل نیاز به برق داری. اما اگر از همین انرژی هسته‌ای بتونی تولید برق بکنی، می‌تونی به افغانستان، می‌تونی به عراق صادر بکنی، ازش پول در بیاری. ارزآوری برات داره. پس این ارزآوری باعث میشه که اولا تو به خارج متکی نباشی،
برای واردات کالاهای ضروریت، دوما در کنارش صادر میکنی ارزآوری داری. دشمن اینو فهمیده، پس باید هسته ی تو رو تضعیف کنه، نذاره پیشرفت بکنی. بریم ادامه شما بشنویم. محدود کنید. ببین اول اینو گفتم، با پیوند زدن معیشت مردم و اقتصاد مردم به برنامه هسته، برنامه هسته ما رو ناکارآمد کردن، یعنی از کارآمدی انداختن، قفلش کردن. خب اینو گذاشتن کی بود؟ دولت روحانی. الان چرا اوباما میگه یه برجام به درد من نمیخوره؟ دنبال برجام دوه. حالا برنامه بعدیش اینه که توان نظامی ما رو این دفعه میخوان پلاس کنن، پیوند بزنن با معیشت مردم. این دفعه مردم میگن این موشکا برای چیه؟ توان نظامی برای چیه؟ این بلند پروازی برای چیه؟ اگه میخواید مردم ایران مشکلات و معیشتتون حل بشه، اگه میخواید ما تحریما رو برداریم، اگه میخواید اون فشارا روتون کم بشه، این برنامه نظامیتون رو محدود کنید. برنامه موشک اخه، همین ظریف و دولت روحانی مگه نمیگفتن چرا رو موشکا نوشتید مرگ بر اسقاطیل؟ ما وسط مذاکره این مذاکره رو به هم میریزه. یعنی بعد از برجام یک میرفتن سراغ برجام دو. موشکتون رو محدود کنید. یعنی دقیقاً همون معادله رو رو برنامه موشکی اجرا کنید. بعد رو مسائل منطقی. مردم میخواید مشکلاتتون حل بشه. این بحران اقتصادی میدونید برای چی؟ برای اینکه شما بلند پروازی میکنید. شما تو سوریه چیکار میکنید؟ شما تو لبنان چیکار میکنید؟ شما تو عراق چیکار؟ ولش میکنه اینا رو. تو شما نونی که برای خودتون واجبه چرا جای دیگه دارید خرج میکنید؟ اینو من بارها توضیح دادم، اما شاید یه عده‌ای از بچه‌هایی که عضو کانال شدن به تازگی با ما آشنا شده باشن. ببین شما برای مملکت همونطوری که برای یک خانواده بودجه در نظر میگیری، برای مملکت هم بودجه در نظر میگیری دیگه. مثلا یه خانواده‌ای هست مستاجرن، ماهی 3 میلیون تومان اجاره میدن، خوراک داره، پوشاک داره، نمیدونم وسایل بچه داره، لباس داره، هر چی که شما فکر بکنید نیازهای زندگی. شما نمیتونی صاحبخونت اومد جلوی در بگی 3 میلیون تومان این ماه رو نمیدم چون بچه‌م دلش مثلا تفریح میخواد، باید بریم مسافرت. بچه‌ت میگه بابا چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، نده بهش بره فلان بیسار. شما میگی بابا جان اینو باید بدیم، برای امنیتت باید هزینه بدی. آمریکا 200 برابر تو خرج کرده، در منطقه داعش رو ایجاد کرده که اگر جلوش رو در سوریه نگیری میاد بیخ گوشت. اگر با یکی از گندلاتای محل دعوات شده باشه بلنش بیاد سمت خونه تو، اگر نری سر کوچه جلوشو نگیری میاد جلوی در خونت جلوی ناموست میزند. یک قاعده عقلی به تو میگه تو برای امنیتت باید پول خرج کنی. تازه ایران یکی از کمترین بودجه‌های نظامی رو در دنیا داره، با این حال میره تو عراق و سوریه جلوی داعش رو میگیره که تو در داخل ایران با امنیت کامل قدم بزنی. 4 تا داعشی اومده بودن تو مجلس، همه به هم ریخته بودن. اینجوری فریبتون ندن. شما باید بهای امنیت رو بپردازی. آمریکا از اون سر دنیا 10-12 هزار کیلومتر 15 هزار کیلومتر بلند میشه میاد تو خاورمیانه تو که ما بهش میگیم غرب آسیا. این خاورمیانه هم غلطه، متاسفانه جا افتاده، یه عده‌ای هی میگن خاورمیانه، تو غرب آسیا حضور پیدا کنه که جلوی ایران رو بگیره، کنترلش کنه. 200 برابر ایران هم هزینه میکنه، آخر سر دومش میذاره رو کولش میره. ادامه‌ش هم ببینیم. پس برای اینکه مشکلاتتون حل بشه این دفعه میان چیکار میکنن؟ پیوند میزنن به مسائل منطقی. پس اول پیوند زدن به مسائل هسته‌ای رو در واقع ناکارآمد کردن، بعد پیوند میزنن به مسائل نظامی موشکی، اونو سعی میکنن کنترل کنن، بعد معیشت مردم پیوند میزنن، یعنی با همون فشار تحریما که الان مرتب دارن، به مسائل منطقی، قدرت منطقی ما رو محدود بکنن. بعد اون چیزی که در روسیه اتفاق افتاد جالبه، پیوند میزنن به مسائل حقوق بشر. حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر از موضع بشر که بسیار عالیه، که خوبه که ما حقوق بشرمون حفظ بشه، اما حقوق بشری که آمریکا مد نظرشه چیه؟ حقوق بشری آمریکا مد نظرشه استراتژی نهاییش برای تجزیه ایران. حالا من خوب گوش بدید، استراتژی نهاییش برای تجزیه ایرانه. خب به مردم ایران بگم، مردم ایران، برنامه آمریکایی‌ها برای ایران آخرش تجزیه ایرانه. یعنی اینا رو هی پلاس میکنن، هی جمع میزنن، پیوند میزنن با هسته‌ای، هسته‌ای رو کنار زدن، با نظامی، با موشکی رو کنترل میکنن، بعد دوباره معیشت ما مردم ایران رو موکول پیوند میزنن به قدرت منطقی ما، قدرت منطقی رو مار میکنن، بعد آخر سر با حقوق بشر و با ایجاد شورش. ببینید همین چند روز آینده قرار تو کردستان عراق در واقع انتخابات بشه. این انتخابات یعنی چی؟ یعنی تجزیه عراق، یعنی تجزیه. بعد این استارت میشه برای ایران. بعد با حقوق بشر که شما حق ندارید مردم خودتون رو سرکوب کنید، در پس بذارید ایران هم تجزیه بشه. بنابراین استراتژی نهایی آمریکایی‌ها تجزیه ایرانه. من اینجا میخوام به مردم ایران بگم، مردم ایران از هر گروهی که هستید، از هر جناحی که هستید، بنده خودم از جنبش سبز بودم و
یعنی اصلا از جناح اصولگرا نیستم که دارم این صحبت ها رو میکنم. بنده شناسنامه بنده یعنی بنده جزء ستاد مرکزی عضو مرکزیت جنبش سبز بودم، دارم این صحبت ها رو میکنم براتون. بنابراین به عنوان نگاه جناح بندی نگاه نکنید، خطر تجزیه ایران در پیشه. یعنی اگر ما تم بدیم بنا به کنترل معیشت و اقتصاد کشور به تمام این برجام هایی که آمریکایی‌ها میخوان به ما تحمیل بکنن، آخرش تجزیه ایرانه. بنابراین با توجه به این صحبت ها، پزشکیان چاره ای جز ادامه مسیر شهید رئیسی نداره، چون ما الان در منطقه به ثبات رسیدیم، جایگاه خودمون رو پیدا کردیم و هیچ انسان عاقلی نمیگه که آقا دندقه بگیریم بریم به اسم مذاکره با آمریکا امتیاز بدیم فردا اینجا هم از دست بدیم. باید از محور مقاومت حمایت بکنه و اگر این کار رو بکنه ما حتما پشتیبانی میکنیم، حمایت میکنیم. تو حوزه رسانه به هر حال دولتی است که برای 90 میلیون ایرانی میخواد تصمیم بگیره. جمهوری اسلامی باید اقتدارش در منطقه همچنان با ثبات باشه و ما حمایت میکنیم از هر اقدامی که به نفع منافع ملی باشه. اما بریم سراغ خنجر از پشت قالیباف به جلیلی در انتخاباتی که گذشت. بنده تا هفته گذشته در مقابل تیمای بدشگیان بودم به عنوان رئیس ستاد جهادگران آقای قالیباف. خب ایشون کیه؟ ایشون آقای وهاب عزیزیه. بذارید من حکم ایشون رو هم به شما نشون بدم. جناب آقای وهاب عزیزی شما رو به عنوان رئیس ستاد ملی جهادگران دکتر قالیباف منصوب می نماییم. 21/3/1403. حالا بریم ببینیم این آقای وهاب عزیزی چی گفته، اینا مهمه. 313 تا ستاد افتتاح کرده بودم در نظر کشور و بالغ بر 500 نفر حکم مسئولیت زده بودیم. وقتی که این قبل از اون هفته قبلیش من با نماینده شما در صدا سیما مناظره داشتم، من از طرف آقای قالیباف این بعد خود از طرف آقای پزشکیان. داره دور اول رو صحبت میکنه که اینا میگفتن نه قالیباف حتما میره بالا، اینا میگفتن نه جلیلی میره بالا. قبلش تو ستاد قالیباف بوده. ما تا فضا رو چنان دیدیم که باید جهاد کنیم، باید انتحار کنیم به خاطر کشورمون. حضور من در ستاد آقای پزشکیان نه به خاطر چیزی هست، فقط با خدای خودم عهد بستم. برای این عهد دو روز با خودم کرمانجان رفتم. بعد از دور دوم ها یعنی مشخص شد که سعید جلیلی سه برابر قالیباف رای داره. خوب گوش بده. آیا این سختی ها، سختگیری ها، تهمت های اصولگراها رو به جان بخرم یا نه؟ خیلی سخته شما از تشکیلات خودت، جریان خودت جدا بشی، بیای به تشکیلات دیگه بخوای بپیوندی. این حضور من فقط و فقط به خاطر کشورم بوده. احسن، به خاطر کشورش. حالا ببین چیا میگه. شناختی که از طرف مقابل دارم، به تمام دوستان بزرگواران ستاد پزشکیان گفتم عزیزان من از شما چیزی نمیخوام، فقط یک چیز، تلاش کنیم آقای پزشکیان رأی بیاره تا دفع خطر کنیم. امید خدا. ماشاءالله ماشاءالله، بلندتر محکمتر دست بزنید. دفع خطر کنیم. سعید جلیلی خطره. چرا خطره؟ چون تندروه. یعنی چی تندروه؟ بیاد ما رو میندازه بیرون. حالا ببین در ادامه خودش اعتراف کنه. احسن. من سه شب نخوابیدم. آخه چقدر زحمت کشیدی. ذخیره آخرتت شده خب؟ ویدیو پر کن، بیانیه بنویس، خبرگزاری مصاحبه کن و این پیام ها، فوش ها رو جواب بده. خود بچه اصولگرا ده ها تماس با من گرفتن جد از پیامشون. آقا برگرد اینجا، حکم مستقیم میذاریم، شما جزو جریان ما بودی، جریان رو فراموش نکن، جریان رو گم نکن. بهشون گفتم من با خدای خودم عهد بستم در کنار مردم بیستم، نه جریان های تندرو. جریان های تندرو دکتر جلیلی و 9 میلیون و 500 که بهش دور اول رای دادن تندرو هن. چرا؟ چون به پاک دستیشون رای دادن، به صداقتشون رای دادن، به ساده زیستیشون رای دادن، به مبارزه با فسادشون رای دادن، به مدیریت بر اساس شایسته سالاری رای دادن. نه اینکه اتوبوسی آدم بیارن آقا تو پسر خالمی، تو دخترم، من می تو فلانی، تو اینجا باش. نه، از این ترسیدید شما آقای وهاب عزیزی. این جریان تندرو بهشون گفتم شما مدیری مثل قالیباف رو تخریب کردید، حذف کردید، به قالیباف از پشت خنجر زدید. شما اگر بیاید روی کار تک تک مدیران رو حس میکنید. آه، نکتهش همینجاست. از این میترس آقای وهاب عزیزی. آقای قالیباف اونجا خنجر خورد که در مقابل شبهاتی که مطرح شد با درست و غلطش اصلا کاری نداریم، نه این جواب بده به مردم.
دخترش هم اومد تو تلویزیون از یه موضعی صحبت کرد، ملت کلان اون 4 نفری هم که می‌خواستن رأی بدن پشیمون شدن. چرا حدس غلط میدید به مردم؟ همین الان طرفداران آقای قالیباف شروع کردن از رسانه رسمیشون، رسانه رسمی شبکه نمیدونم هواداران و فلان و اینها، جلیلی رو تخریب کنن و دارن آدرس غلط میدن، دروغ دارن میگن. میگن در جلسه 3 نفره سعید جلیلی گفت انصراف میدم، بعد رفت موبایلش خاموش کرد. در صورت که آقای قالیباف باید انصراف میداده، 1/3 جلیلی رأی آوردی تو باید انصراف میدادی دیگه. یه نقل قولایی هم اونجا مطرح کرده که اگر هواداران آقای قالیباف ادامه بدن من روشنگری میکنم، با سند و مدرک بهتون میگم. قضیه چیز دیگری بوده. آقای قالیباف هم تو اون جلسه زیر بار انصراف نرفته. بعدن سعید جلیلی متوجه قضیه میشود، داشتن یه نسبتایی میدادن به بیت و اینور اونور و اینها، متوجه اون قضیه میشه و محکم میسته، میگه من تا آخر هستم. دروغ گفته بودن، یه دروغی رو نسبت داده بودن، مثل اون دفعه قبلی که به سید حسن نصرالله و کیو کی دروغ نسبت دادن که گفته آقا برو کنار سید حسن نصرالله، مگر در امور داخلی ایران دخالت میکنه، چرا دروغ میگید؟ اینها از مبارزه با فساد جلیلی ترسیده بودن. اینم خنجری که زدن، این مظلوم نمایی هم گولتون نزنه. مدیر انقلابیه، خدا پدرش رو بیامرزه، هر کس برای انقلاب کار کرده. اما وقتی شما رأی نداری چرا دیگری باید به نفعت بره کنار؟ زوری میخوای رئیس جمهور بشی؟ نمیشه برادر من. دیگه 20 سال پیش نیست که آقا لیست دادیم بیایید رأی بدید. الان مردم عقل دارن، میشینن نگاه میکنن، گفتمان ها رو بررسی میکنن، مواضع رو میبینن، پرونده طرف رو میبینن، سابقه شو میبینن، دور و بریاشو میبینن. تک تک نخبگان رو فراری میدهید، تک تک اندیشمندان و اندیشورزان رو از بین میبرید. ببین چه تهمت هایی دارن میزنن. دکتر شهرام یزدانی رو تو مناظره وقتی به خود این پزشکیان گفت هنگ کرد، گفت بله میشناسم آید تعریف و تمجید، ولی اینها ناجوان مردانه تخریب کردن. شما قشریگر هستید، قشرینگر هستید، تندرو هستید، حسبی هستید. تلاش کنیم به خاطر بچه هم عزیزان، اینها اگر بیان چه بسا بیشتر از 8 سال، شاید 80 سال دوام بیارن، شاید 80 سال دوام بیارن. این آقای وهاب عزیزی بچه هاش از کار بیکار بشه، همسال ایشون، حالا ایشون به عنوان مثال داره میگیم. الان تازه یه مقدار روشن میشه براتون. من با اطلاع بهتون میگم برخی پروژه بگیرها در توییتر، در تلگرام دارن میزنن دکتر جلیلی رو. اینها پروژه بگیرن، کی به اینها پول داده که دکتر جلیلی رو از الان بزنن؟ کسانی که برای 1407 برنامه دارن. سربسته گفتم، ولی اگر این لجن پراکنی ها ادامه پیدا بکنه برنامه میسازم، اون موقع واضح بهتون میگم که داستان از چه قراره. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدارتون.